بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت شما تبریک عرض میکنم فرا رسیدن ماه مبارک رمضان رو امیدوارم که طاعات عبادات همه عزیزان مقبول درگاه حق باشه با توجه به اینکه این صوتی که از های دکتر ظریف وزیر محترم امور خارجه بیرون اومده من مناسب دونستم خیلی سریع و در اسرع وقت نکاتی رو راجع به این صوت خدمتون عرض بکنم چون دیدم خیلی فضا قبارالود و, و حتی فرصت نیستش که سخنرانی صورت بگیره همینطور صوتی ضبط میکنم و در اختیار شما عزیزان قرار میگیره خب من کامل با, با دقت صوت رو گوش کردم چند نکته به ذهنم رسید که با شما عزیزان در میان بگذارم اولا به نظر بنده این یه گفتگوی از پیش تعیین شده و انتخاباتیه تمام المانهای لازم برای تحریک جامعه رأی مد نظر این طیف سیاسی در واقع لیبرال ها و غرب ها رو داره تمام المانهای لازم رو الان دونه عرض میکنم سوالات همه مشخصه حتی آماده شده است بعضی از مسائل جالب این که در موارد عکسایی از قبل مشخص شد شما در صدا میشنوید که عکسایی را آماده میکنن و سرعت آماده سازی عکس ها انقدر سریعه که اصلا امکانه وجود نداره بعضی از این عکس ها خیلی تخصصیه مربوط به مذاکرات در یک نقطه یک گوشه ای از دنیاست و خیلی اصلا ما شاید ما وزارت عادی نتونیم پیدا بکنیم اینا رو اما اینا در اختیارشون قرار گرفته و جالب همینطور که یعنی مکالمه اینجوری نیستش که همینطور پیش رفته صحبت شده نه کاملا مهندسی شده است مشخصه خیلی بدیهیه جالبه مثلا مجری که حالا خیلی هم حالا با اون لحن و اون در واقع گریزهای زردی که در مصاحبه میزنه خورده در واقع نچسب هم هستش مثلا یه جایی هست اشاره میکنون شبا که مردم میریختن تو خیابونا دیدن اونا متاثر میشدیم بعد عکسش همون لحظه پخش شده و آیه زریف هم یاره منم هم میشم هر دفعه اینا رو میبینم آقا ما میرفتیم لای مردم گریه میکردیم و نمیدونم از این حرفا خب میگم بگم آماده شده است یعنی یه تحریزی همونطور که در صوت هم هستش بارها با آشنا اشاره میشه توسط تیم رسانه امنیتی این دولت محترم آماده شده نظر بنده اینه اینطور از این فکت های اون چیزی که ما میبینیم این نکاتی که وجود داره من اینطور برداشت میکنم و فراموش هم نکنیم ما امنیتی ترین دولت تاریخ کشورمون رو داریم حتی بعید میدونم قبل انقلاب هم همچین دولتی سرکار بوده باشه تقریبا بیش از نیمی از اعضای کابینه رو امنیتی ها و اطلاعاتی بازنشسته که الان در نقطه دیگه در جای دیگه تو سیاست یا تو اقتصاد شدیدن سرگرم کارن و شستن و رفتن و بردن هستن تشکیل دادن کابینه رو مورد دوم که حالا به ذهنم میرسه خدمت تو میگم توی مسابقه دقت بفهمید کاملا القای محبوبیت آیه زریف صورت میگیره بارها گفته میشه که تو نظر سنجی ها شما اینطورید ما کف خیابون رفتیم اینطور گفتن یک جا هست خود زریف میگه من همین الان 65 درصد محبوبیت دارم تأکید میشه 42 سال شما سابقه دارید آدم متخصص هستید یا مجری بارها میگه ملت ایران انتخابشون شما شما ایشون نمیدونم نمایندگی از کجا نمایندگی ملت ایران داره که میتونه این قضاوت رو بکنه یا یک جا علیه روسیه وقتی های ظریف صحبت میکنه میگه همین الان ده میلیون به رأی شما اضافه شد یعنی اصلا اینا ناخواسته صحبت از انتخابات اصلا انگار ای کسی که چون مبنای این صحبت بر, بر اون اساس شکل گرفته هی دستشون میره هی اشاره به رأی میکنن خب در واقع جزء گافا و هایی که اینجا صورت میگیره میخوام بگم هی الغا که آقا الان شما بهترین کاندیدای موجود شمایی خب حالا در ادامه میگم مطالب دیگه ایم هست این صوت جوری تنظیم شده و این گفتگو به سمت پیش رفته که جلب نظر سکولارها کنه ببینید من بارها تو سخنرانی گفتم یه سخنرانی راجع به انتخابات کردم که وعده داده بودم این ضبطش تمام شده خب با توجه به اینکه بچه‌ها می‌خواستن آمارا رو بیارن گفتن ضبطی باشه لایو نباشه و فکر می‌کنم امروز فردا آماده بشونم میاد بیرون حالا اونو حتما نگاه بکنید اونجا عرض کردم قبلا هم گفتم تو سخنرانی فروردین 96 و اسفند 95 اینکه ببینید جامعه رای در کشور ما من بخوام تقسیم بندی کنم یه جامعه رای سکولار داریم که اینا به شرطی در انتخابات شرکت میکنن که تصور کنن میتونن به اصل نظام ضربه بزنن و لیبرال ها همیشه با تحریک اینها خیلی خوب از این جامعه سواری میگیرن انصافا خوبم سواری میگیرن در واقع اینا برای مشارکت های بالاست یعنی کسایی که معمولا تو انتخاب شرکت نمیکنن و زمانی شرکت میکنن که بتونن ضربه بزنن و با زاویه ترین جریان و گفتمان با انقلاب اسلامی در واقع رأی میدن خب به صورت خیلی استادانه این جامعه اینجا تحریک شدن در این مصاحبه خب و از سمت دیگه جالب دولت یعنی خیلی استادانه داره از یک طرف سکولارها رو به رأی دادن برای دور بعدی دعوت میکنه و از سمتی قشر مستضعف متوسط متوسط به پایین جامعه رو که معمولا رأیشون شما میتونه مثلا دور قبل در دولت قبل احمدی نژاد بوده اینها رو دل سرد کرده از انتخابات چطور یعنی با فشارهای اقتصادی وحشتناکی که داره بر گرده اونها وارد میکنه در اونا ناامید که در انتخابات شرکت نکنه از این طرف قشر سکولار شرکت کنه که دقیقاً این جامعه رعی و پیروزی اینها در آینده قطعی بشه خب هیچ چیزی در عمل اینا ندارن هیچ کاری نکردن فضاحت به معنی واقعی کلمه بار آوردن اوضاع اقتصادی مملکت رو دارید میبینید به اسم اقتصاد اینا سر کار اومدن اینو گفتم هم چند تا. چرخ سانتریفیوژ و هم چرخ اقتصاد رو که ترکیده اقتصادم که از اون بدتر ترکیده فلزو فقط باید تحریک کنن قشر سکولار و مرفه جامعه رو که این فشار اقتصادی نه تنها بونو فشار نیاورده بالا رفتن قیمت دلار قیمت مسکن اینا هر اینا رو ثروتمندتر هم کرده خب اینا خوشی زیر دلشون میزنه همین سلبریتی جماعت و امثال هم, هم اینا میان برای اینا رأی میدن برای اینکه این اتفاق بیفته باید یه دو قطبی جدید و تند طراحی میشد خب که این دو قطبی طراحی شد در ادامه راجع صحبت میکنم نکته چهارمی که در این سخنرانی در این مصاحبه بهتره بگیم در این سناریو بگیم باز خیلی بهتره در این سناریو القا صورت میگیره مردم و مردم قانع بشن که آقای ظریف مورد توافق همه گروه ها و اوغلاست این خیلی تاکید می حتی خودشون با افتخار و در نهایت تبختر میگه بله اوغلا رو من اجماع داشتن یعنی احتمالاً هر کسی که ایشون قبول نداره بی و از دایره اوغلا خارجه اسم بره روحانی بارها دنبال من بود نمیدونم خدمت شما از کن قالیبا همون سالها بر من دو نفر رو فرستاد پیغام من خود رهبر انقلاب خدمت شما ارز بکنم ارادت از قبل ما لطف داشتند و اینطور خود خاتمی حتی جالب این مجری محترم که حالا خیلی نمیخوام در مورد خود این کارکتر صحبت بکنم مهم نیست خدمت شما عرض کنم وقتی میخواد مو... ابتدای مصاحبه معرفی کنه آی زریفو میگه مهمترین عضو کابینه خاتمی خواهش هم میگه به قولی بعد یه میگه روحانی یعنی اصلا اینا توی این فضا هستن این در رو بکیراند ذهنشونه خب حالا با این عنوان که آی خاتمی هم خیلی لطف داشتن به ایشون ناطق نوری هاشمی که اصلا هی صداش میکرد میگفته آقا برو جلو نترز از این حرف این همه تو صحبت تو هستش و این نکته خیلی جالب وجود داره یه ابراز ارادت های خیلی ویژه به رهبر انقلاب تو این مصاحبه صورت میگیره خدمت شما رسیم آی ظریف حضرت آقا آقا و مقام معظم رهبری مجری هم همینطور مقام معظم رهبری تعریف تمجید بهت... از بهترین دیپلمات هستن ایشون خیلی خوب حالا من نمیگم نف کنم اینا را بحثم این نیست چرا این داره صورت میگیره ببینید میخواد یه اتفاقی بیفته این مطلب به نظام القا بشه که آقا بهترین گزینه الان ظریف حداقل خودتون میگه 65 درصد محبوبیت داره خود ظریف هم داره میگه میگه نظر سنجی دانشگاه مری بوده بعد خب من که آقا رو قبول دارم تازه برای من آقا هم نیست حضرت آقاست به منم که لطف داشتن به من اعتمادم داشتن از قبل و مشارکت هم بالاخره نظام نیاز داره بعد از این فضاحتی که دولت روحانی به وجود آورده و پایین اومدن مشارکت در واقع شاید دهنکجی به نظام تلقی بشین که مردم ناامیدن پس ب... ب... بیاید رو من اجماع کنید ببین این هدف مصاحبه اینه هدف مصاحبه که گزینه جز ظریف نیست حالا یا در قامت رئیس جمهور و حتی در هم شما اگه دقت کنید دیدید که مجرم میگه میگه حالا رئیس جمهور نشد در قامت معاون اول یا چیز دیگه حالا بالاخره مثلا به فرض بکنید آقای ظریف شرکت نکنه یا رد صلاحیت بشه به خاطر این حرفای عجیب غریب خواست خواستم مزخرفات و عراجیف چون واقعا و دروغ خب حالا من عرض میکنم مواردی که سراحتا دروغ میگه این خیلی زننده است برای من اما به من که شوره نگهبان نیستم اما خب اگر هم چیز نشد بگن حالا ایشون بیاد از یه گزینه پوششی در یه گزینه دیگه حمایت بکنه خب اینا قبلا تجربه این کار دارن روحانی 3 درصد بود خدای هاشمی تو جم... 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 سخن جمارون سخنرانی کنم یه نایه روحانی 3 درصد محبوبیت داشت 3 درصد نه 65 درصد 10 درصد 20 درصد 3 درصد محبوبیت داشت و من اومدم ازش حمایت کردم اومد شد 51 درصد خب اینجا آقای ظریف در واقع در قامت معاون اول که نیاز به تایید صلاحیت کسی نداره بیاد و خدمت شما عرض بکنم یا از یه گزینه که تایید صلاحیت میشه حمایت بکنه و قول بده معاون اول بشه و سیاست ها و حرف های آقای ظریف در واقع اجرا بشه برای نظام که نیاز به مشارکت داره مورد بعدی الغای رفاقت با امریکایی از بایدن تا کری آقای کری به گوشی خودم زنگ می‌زد با من صحبت میکرد این حرفا زده میشه برای اینکه به مردم من بیام اصلا صحبت رفاقت با امریکایی هست. و حالا رئیس جمهوری در امریکا به ریاست جمهوری اسلامی های بایدن که حالا مثلا دارن تاکید میکنن که از قدیم آقای زریف رابطه خوبی داشته و رابطه داشته و حالا اینطور مورد این که شیشم این که ایشون در عین حال اصلا شیفته قدرت نیست ملاحظات پذیرفتن پستش رو میگه خدا برای من مهمه مردم برای من مهمه ناز کردن ها که از من میخواستن من نمیومدم الان برای ریاست جمهوری قسم خورد که میدونید که قسم خورد نمیاد و امای داشت منتها چند وقت پیش پستی در اینستاگرامش گذاشت که اگر نمیدونم حالا مثلا تندروها میخوان فشار بیارن حرفای چیز بزنم منم رو تصمیماتم متزلزل میشم یعنی چی یعنی رو که قسم خوردم نمیام نه حالا میام خب طبعا این صوت بیرون بیاد خیلی بهشون ایشون ایراد میگیرن فلز و قطعا ایشون متزلزل میشه و میخواد بیاد خب یا حمایت بکنه از یه فرد دیگه همه اینا میخواد بگه که ببین همین انتخاباتیه من نمیدونم اصلا شما ول کنید اصلا حرفای کیشو میزنه خب همین انتخاباتیه اهل خانواده هستن ایشون اصلا اینا همه اینا گزارای انتخاباتی برای مردم دیگه خب میدونی مردم ما خیلی برشون مهمه که کسی که سر کار میاد دعوا درست نکنه مثلا اینکه دلیل که روحانی 92 رای آورد این بود که اومد گفت آقا افراط و تفریط میخوام بذارم کنار اعتدال تدبیر مردم خسته بودن از دعوای لاریجانی و احمدی نژاد خب این چون القا میکنه دیگه میگه همه اوغلا رو من اجماع دارن از چپ و راست مثلا ببینید قالیباف هم دنبال من بوده رهبر انقلاب لطف داشته به من خاتمی روحانی هاشمی نمیدونم همه رو میگه دیگه خب ولی این جالب بدین توی گزار انتخابات خیلی بر مردم مهمه خب اینو قشنگ ایشون القا میکنه توی مصاحبه بارها صحبت میشه تاکید میشه که میگم القا هی دارم میگم القا میکنن القا میکنن اصلا اسم میبرن <تصفح> گفته میشه یعنی و در مجموع این فضا و این اتمسفر برای مخاطب به وجود میاد در مورد دیگه مثلا تاکید بر این میشه که مردم یادشون رفته امیده به وجود اومده سال 92 هی اینو تاکید میکنن امای داره ماجرا که خیلی 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 مهمه اون اماش هم اینکه ادعی نگذاشتند این که تو این فضا آیه ظریف میاد مقایسه انجام میده بین 598 در واقع قطنامه 598 که در واقع جنگ ایران و عراق بود جنگ حالا دفاع مقدس بود 500 و برجام و جالبه میگه که برجام بسیار موفق تر بود این اصلا دیگه واقعا خیلی برای من عجیبه چیه برجامو دارن میگن موفق بوده حالا من من واقعا تو فضای نقد صحبت های ظریف نیستم و گریزه های با نمک مجری خب یعنی فقط میخوام بهتون بگم این فضا چیه حالا اما یه جایی چت یه فرصت دیگه یا همینجا امروز بتونم یه حرف بزنم اما حتما فرصتی یاد دارین راجبه اینا صحبت بشه بسیار موفق تر بوده سخت تر بوده از روز اول از همون لحظه تیر و خنجر از پشت شروع شد والا کل نظام مجلس برایشون 20 دقیقه برجام تصویر کرد همه آماده همه ملاحظه دهنا بسته میشد کسی جرئت نداشت حرف بزنه صدا و سیما کاملا در اختیار دولت هیچ کس حق نداشت برجام نقد بکنه کوچکترین نقد بر برجام بلای سر برید ببینید چه بلای سر صرف روز اومد اون برهه فقط اجازه داد دو تا مناظره برگزار بشه مناظره یعنی طرف مقابل اومده نشسته بهشتی رو مرا نشستم نشستن مهدی محمدی این طرف اومد نشست با هم صحبت کردن آقا زدن ترکوندن این عجیب غریب خدا وکیلی. آقا خوبه بدونید چندین نفر از نمایندگان کنگره آمریکا نامه نوشتن به دولتی به, مرد... به ما نامه نوشتن به مردمی که آقا این چیزی که این آقای کری و اوباما دارن امضا میکنن دارن پیش میبرن مورد تایید کنگره نیست و حرف خود ایناست این بعدا ما میزنیم زیرش مجلس ما هم ما این بار کرد یعنی ما کاری کردیم خود آمریکایی‌ها نکردن اینا بارها صحبت میشه که اقلیتی که توان ایجاد موج گسترده دارن ظریف اینو میگه و سودشان در امنیتی کردن ماجراست ای ظریف میگه موج تایید میکنه میخواد بگه ببینید یه اقلیتی و اینا اگه اقلیتن چیز موج گسترده تونستن تولید بکنن بعد خدمت شما هست کنم یه جا میگه که میگه که آقا من که تفنگ ندارم من که پول ندارم خب این یعنی چی من که تفنگ ندارم من که پول ندارم یعنی یه گروهی هستش که تفنگ داره و پول داره این همون حرف روحانیه که میگفتش که دولت در سایه ای که هم تفنگ داره هم رسانه داره هم پول داره منظور در واقع نهادهای نظامی علل خصوص سپاهو دارن میگن دیگه حالا من میخوام با مردم بی‌تعارف صحبت بکنم چون وقاحت و از حد گذروندن اصلا صحبت این چیزا واقعا واقعین همچین چیزی من دیگه تو عمرم ندیده بودم واقعا نمیدونم نه تو دانشگاه علوم سیاسی تدریس نشده اینا فقط تو عملیات روانی و اینجور چیزا باید تدریس بشه این کارا خب ببین اینا رو میاره مقایسه میکنه 590 اش قطنامه رو که اصلا خود قطنامه قصه جدایی داره من توصیه کنم به کتاب راز قطنامه رو بخونید تا بفهمید چیکارا کردن همینجا همین, همین تیم انا جالب عکساشون که نگاه کنید آیه روحانی آیه ظریفه همین تیم نشسته فوق تخصص امتیاز دهی دارن در تاریخ ما خب همین تیم نشستن و کار اینجوری پیش بردن میگه سودشون در من خیلی دارم کنترل میکنم خودم و خدا شاهده وقتی شنیدم اصلا واقعا به هم ریختم که چطور یه نفر میتونه این حرفا رو پشت سرم ردیف کنه مورد بعدی مورد نهم این که آیه ظریف تاکید میکنه تو همینا انتخاباتیه میبینید تا الان هر حرفی زده شده انتخاباتی مورد نهم مردم انتخاب کردن که رأی ندیم و چون مردم انتخاب کردن که رأی ندیم مجلس رو داره میگه الان یه دی رفتن تو مجلس که 221 نفرشون خواهان این شدن که برخورد بشه با کسایی که دارن در واقع برخلاف مصالح نظام کار میکنن از منظور خودش و رو روحانی رو میگه خب ببینید میگه مردم انتخاب یعنی مردم شماها قهر کردید از فای صندوقای رای این تندروها اومدن سر کار بعد برای اینکه این تندروی رو جا بندازه مجبور میشه اون حرفای عجیب غریب و در مورد سرد سلیمانی بی که راجع به صحبت میکنم خدمتتون خب انتقاد میکنه از مردم بعد مجری اونجا وسط میاد خودش میگه ما به مردم نگفتیم باید به مردم میگفت فوش میدن به صدا سیما صدا سیما این کارو کرده جالب بده مثلا یه مناظره برگزار تو در مورد برجام دو سال سال دوم برجام در برنامه سوریا وزارت و مناظره برگزار شد یه نفر از مخالفان برجام از موافقان برجام که مدیر مسئول روزنامه شرق که تو بزک کردن در واقع غرب آمریکا دیگه ایشون سنگ تمام واقعا گذاشت فوق تخصص دارن یا پست دکترا بعد بهشون بدن اومد اونجا یک کلمه نتونست برجام دفاع کنه و هست فیلمش میشه تو آدم عاقل و بالغ آورده نتونست دفاع کنه تهدید به شکایت کردن فوش دادن گفتن شما برداشتید این مز... مصاحبه رو ساختید و مصاحبه مناظره است باشه شما شما همین الان من هم میگم هر کدومتون اگه مردید بیاد مناظره راجع این برجام دیگه بشیم حرف بزنیم خب به آدمتون از وزارت خارجه میفرستید. اصلا وزارت خارجه وزارت مصمول کردن تمام انتقاداته بعد شکایت تهدید به شکایت و فلان میخوام بگم اینا ما به مردم نگفتیم چی رو نگفتید صبح تا شب شما آب خوردن مردم رو ب... گره به مردم پالسای فرستادید آقای روحانی به محض اینکه به ریاست جمهوری رسید گفتش که آقا ما نمیدونم تو یکی از این استانامون سه ماه بیشتر گندم نداریم بعد موعدن تکذیب شد این ادعا شما فکر کنم میخوایم مذاکره رو شروع کرد شروع کرد داری پالس میفرست که آقا مردم ممکن از لذت گشنگی بمیرن نون ندارن بخورن خب آقا خزانه خالیه یعنی اصلا چه عجیب غریبی که من نمیگم اینا از سر الزام خیانت حداقل سر نفهمی هستش یا درباره سوریه کلی سانسور صورت گرفت جان اومد به من گفتش که تا الان اسرائیل 200 بار به سوریه حمله کرده آره جان کری بنده خدا امروز هم اونم اومده تکذیب کرده گفته آقا من هم حرفی نزدم به ظریف ظریف اومده گفته البته من اینجا میگم اینا میگن که آقا شما چرا حرف جان رو گوش میکنید حرف ما که میگید یعنی گوش نمیکنم ما هموطنتونیم تونی فلان جو بله شما برای شما جان خیلی هموطن تا ما چون اونا متن برجام خبر داشتن ما خبر نداشتیم مردم ایران همیشه نامحرم بودن همه چی ماها باید از رسانه های آمریکایی پیگیری میکردیم که چه اتفاقی داره تو برجام و مذاکرات شما پیش میاد حمله به اینول اسد و اینا رو میگه ببینید میخواد بگه آی مردم شماها نیومدید اینا اومدن و خیلی هم مقصر نیستیم این که فن عمل روانی اگه مردم خیلی مقصر کنی مردم پس میزنن خب یک از تکنیک های عمل دراونی بعد بگید هم مردم همیشه دوست دارن تقصیر گردن یکی دیگه باشه میخوام بگم نه گردن شما مثلا مثلا ما ما به شما نگفتم آقا صدا نذاش به شما بگیم صدا سیما سانسور میکرد آقا شما این همه تو توییترت میاد توییت میزدی پست این اینستاگرامی میذاشتی هر چه دهنتون در اومد تو سخنرانیاتون گفتید از نقد به معصوم و امام زمان که شروع کردید و خدمت شما از کنم بالا و پایین و هرچ خواستید گفتید یعنی چی نگفتید تمام شبکه های اجتماعی شما دست آقای آشناست کانال تلگرامی که همه رو ردیف کردید خریدید کانال تنزی که رو انداختید و رفتید خریداری کردید اونها اسمم ببریم اگر شما ادامه بدید بنده اسم تک تکشون هم براتون میبرم خب رفتید خریدید که تو قالب اونها هر چی دلتون خواست به خورد مردم بزید حالا کانال اینترتینمنت رو انداخت یوهوی این وسط یه کلیپ میرن بعد جالب انقدرم تابلو اینا بعضن برمیدارن مطلب کار میکنن همشون اون غلط املایی رو دارن مثلا غلط انشایی دارن بعد جالب مثلا کلیپو گرفتین نیاز به دانلودش نیست <applause> یعنی فوروارد شده فقط یه ادیت کپشن خورده دارید استفاده کنید کانالای گروهی دارید شما اینا رو که دیگه بر ما نفرمایید مورد دهم ده یه اشارات سخیفی صورت میگیره تو این ماجرا که بازم انتخاباتی این الان ده مورد گفتم همه انتخاباتی واسه انت صحبت انتخاباتیه اشارات سخیفی برای جذب این تینیجر و رعی اولی ها و این بچه مچه ها و خدمت شما ارز و قشر خاکستری آره آ اینجا همونجا بود که شما ریختید میگن شامپاین های خیلی خوبی هم اونجا بود زدید شکوندید آ ظریف نه من نبودم بقیه برادر رفتن شامپاین شیکوندن آقا چرا نفروختینشون بالاخره خرید فروش اینا حرام دیگه اینا ما البته ما نشکوندیم دیگه اینو بدونید تو مذاکره با اشتون جلیلی از پا افتاد شما از کمر افتادید نمیدونم ببخشید من اینو تکرار میکنم برای اینکه میخوام یه جا بیان بگم حرف اینطور نمیزنم فکت دارم میاد در مورد رقص نه آقا حرکات موزون آقا مشکل شما حرکات موزون نه ما مو مشکل فلان این چیزا در مورد سینه گاو پستان و گاو صحبت شد و فلان عضوشو گرفتن بریدن و هر هر کر کر رو خب اینا فکر کنید مثلا گفتگو یه سیاستمدار ارشد مملکت ماست خب خب اینا برای چیه برای اینکه جذب رو خاکستریه برای جذب تینیجر برای جذب جووناس که اینا جذب کنم بیان آقا بلنشید بیا. مورد بعدی مورد 11 مال اینجا من نوت برداری کردم قرار دادن برخی از چهرهایی که در نگاه قشر خاکستری و سکولار سیاه نماد روی هستن مثل مثلا آقای جلیلی یا آقای شریعت مداری یا سری از با ها مثلا در این مصاحبه اسم جلیلی میاد حرف جلیلی میاد و جلیلی این کار کرد ما عوضش این کار کرد جلیلی گفت اگه شیش ما ادامه پیدا کنه علم میشه بل میشه چاله خب حالت درست و ایدالش اینه که آی ظریفیه طرف میز بشینه آی جلیلی یه طرف بشینه من از جلیلی هم دفاع نمیکنم خب و من تو عمرم آی جلیلیه تول از نزدیک خدا گواهی ندیدم و یک مرتبه حتی با ایشون تالا مکالمه هم نداشتم اینجوری بخوام به خدمت شما بگم خب نه اینا مثلا دفاعی هم الزاماً ازشون نمیکنم میگم حداقل بذارید حرف ایشون هم شنیده بشه اما چرا چون جلیلی نمادی بود سال 92 دوباره دارن اونو زندهش میکنن خب بر این قشر خاکستری یا سیاه و میدونید که این چون نوستالژی داره تحریک روانی میکنه اینا همش روش های عملیات روانی یا مثلا جالبه یه فیلمی پخش شد در امریکای سریالی پخش شد که نماینده ایران وقتی رفت به سمت مذاکره با آمریکا بر سر هواپیما خیلی جالبه توی فرودگاه با ویلچر رفت که نماد شکست ایرانی بود میدونید چرا رو ویلچر انتخاب کردن چون امریکایی از تحریم با عنوان تحریم فلج کننده یاد می‌کردند. خب برای همین ایران رو روی ویلچر نشون دادن دقیقاً همون تایم آقای ظریف برای مذاکره که میره رو ویلچر میره میگه من کمرم گرفته مثلا خیلی اتفاقا خیلی اتفاق عجیب غریب بعد توی مسابقه میگه حسین شریعت مداری یه تیتر زد اون تیتر باعث شد من کمرم بگیره یعنی اون تیتر باعث شد که ای تیترها اینا علیه من نوعی زدن تا الان خب یه باری یادم همین وزارت ارتباطاتشون فقط 46 تا خبرگزاری و سایت رو سر خط کرده سر اون دروغی که گفتن نمیدونم دستگاهی که ما ساختیم نمیدونم مثلا هواپیما میندازه و اینا که بعدا گفتن نه ما منظورمون این نبوده اون منظورمون این نبوده رو یه جا گفتن تو به یک بخشای داخلی یه خبرگزاری اما اون که تهمت و زدن عمومی گفتن خب یه تیت زد کمرش گرفت این خیلی جالبه ویلچری شد خب و بالاخره خب آیه شریعت مداری از اونجا که از چهرهایی که برای قشر خوا... در واقع سیاه و سکولار نماد تندروی و افراتیگری محسوب میشه اینجا خوب جواب میده برای دوباره تحریک اینو این یک کلام من بخوام بگم این مصاحبه یک گرفته برای دوباره تحریک کردن سکولارها و تحمیق اینها و دوباره از اینا یه دو قطبی درست بکنن و رای جمع بکنن چیز دیگه نیستش مورد بعدی مورد دوازدهم اینکه اینکه نظامیان کارشکنی کردن تو مذاکرات ماجرای ایران ایر گفته میشه یا دوشیدن دیپلمات ها هزینه برای دیپلماسی کشور به وجود آوردن اطلاع نداشتن از خیلی از موارد نمیدونم روسیه ایرانو برد کشون به جنگ در سوریه برای اینکه برجامو به هم بزنه گرفتن قایقای آمریکایی خب قایقای آمریکایی اومدن توی آبهای ما و خود اونا پذیرفتن که آقا گفتن الله جی پی اس اون اختلال پیدا کرده هر چیزی اونا اومدن وارد آپای ما با چیکار کنیم وایس هیچ کاری انجام ندیم چرا اون طرف ماجرا رو نمیگی که نظامیان بارها کوتاه اومدن در مقابل شما و به خواست شما کجا موارد متعدد آزمایشات موشکی متوقف شد و حالا البته ربط این که مذاکرات هسته چه ربطی با آزمایش موشکی داره بماند آقا طرف داره موشکاشو آزمایش میکنه میخواد من قدرت نظامی دارم خب اما هسته شما بحثیم سر بمب باشه من بمب ندارم بیا اثبات بتون میکنم خب اصلا عقل میگه همزمان بعد شما اینو نشون بدی که قدرت دیپلماسی بره بالا شما از نقطه ضعف نری تو اینو با فهم میکنه بچه‌ای تو علوم سیاسی اینو روابط بین الملل اینو بفهمه خب مونتا اینو برعکس میه یا کشتی که داشت میرفت سمت یمن این کشتی جالب بدونید افراد ضد جنگ و طرفدار صلح از کل دنیا روی هر کشتی بودن من یادم از فکر از عراق برمیگشتم از سوریه برمیگشتم از کجا داشتم برمیگشتم تو فرودگاه امام خمینی آیه دیدم این که دوستان قدیمی ما فرانسویه، سیاه‌پوست فرانسویه ما رو دیدم دیگه رو به قول بغل کردیم و روبوسی کردیم و ایشون رو اوزه صهیونیست کار میکنه یک دوبار ایران تشریف آوردن ما خدمتشون بودیم گفتم کجا می‌خوای برید این چه چیزا قصتون چه چی ماجرا برای من گفت گفتش که آقا می‌خوایم با, با این کشتی بلند شیم راه بیافتیم بریم به سمت خدمت شما عرض بکنم یمن و این چیزا این در خود من داشت تعریف میکرد خب میگم من تو فعالان ضد جنگ دنیا اونجا بودن کی جلو این کشتی گرفت کی برگردون همین نظامیه که همیشه با شما راه اومدن با آزمایشات ماهواره ما متوقف شد رفتید ماهواره رو موشک ماهواره رو در سمنان علم شد مدت ها مون که ببینید خیلی هزینه بر این سوخت تزریق شد و نمیدونم این قصه ها دوباره این رو جدا کردن و برگردوندن خیلی هزینه داره من یادم یکی از این بچه هاشون همون موقع با ما تماس گرفت گریه میکرد میگفتش اینا اجازه نمیدن این آزمایش ماهواره بر انجام شد بعدش هم چی شد شما دیدید بعدا هم که هر آزمایش تو ماهواره کردن همه شکست که اصلا یه, خب... یه, فضای خیلی بد علیه ایران درست کرد اصلا ایران شده بود نماد شکست بعد این وقت کشور عربی آزمایش موفق ماهواره ای بعد این طرف ایران یه خورده اصلا عجیب غریب بود فضای رسانی که بر دنیا داشت القا میشد خب اینا بر من اصلا بنا ندارم حرفایشون رو نقد کنم میخوام بگم خیلی حرفای غیر صحیح و دروغ گفته شده تو این ماجرا خب حالا این مفصل سنگ که صورت گرفته توسط خود این آقایون در مسیر نظامی ها و برعکس همکاری که نظامی ها کردن والا عرض کردم همکاری که با اینا صورت گرفت حالا هیچ جای دنیا سر هیچ معاهده ای صورت نگرفته مورد سیدهم که خیلی مهمه اینکه تأکیدی صورت گرفت این که سیاست میدان تعیین کرد سیاست کل کشور چه باشه این خیلی مهمه در مورد سیاست میدان جدا براتون میگم آخرا میگم خیلی مهمه حتما گوش کنید یعنی اصل تمام مسابقه یه طرف اون یه طرف اصلا این ساخته شد برای همین لفظ میدان و چرا لفظ میدان عرض میکنم خدمتتون که آقا سیاست میدان سیاست میدان یعنی همین نبرد نظامی گری ما تعیین میکنه کل سیاست کشور رو این خیلی جالب بعد جالب از اون طرف خود ایشون شورای امنیت ملی رو وقتی های ظریف داره اسمش میگه نظامی فقط یه نفر اون توه دبیر شورای امنیت ملی رو که خودتون میذارید رئیس شورای امنیت ملی هم که از خودتونه همین الان دبیر رو که شمخانی گذاشتید وزیر دفاع خاتمی بوده خب که ایشون هم خودتون توی این مسابقه میگه چهره میانه رو محسوب میشه افراطی نیست بعد یه جای دیگه برای که بگن چهره نظامی پر رنگ تر بودن رئیس نه سپاه هست نه ارتش هست نه نیروی انتظامی هست اینا هیچ کدوم حق رأی ندارن فقط رئیس ستاد کل نیروی مسلح تنها نظامی اونجاست جالب یه جا بخوان یه جا تو این مصاحبه برای که بگن وزن نظامی ها بیشتر بود میگن که دو تا نظامی اون دومین نظامی رو میگه حساب میکنن خودش هم خانی که آدم خودشون رو حساب میکنن برای اینکه میگم واقعا اوج وقاحته خب بعد محضر شما عرض بکنم که میخوام بگن... بعد خودشون میگه که نماینده اقتصاد رئیس سازمان برنامه بودجه اونجاست <applause> خب اینا شما تعیین میکنید آقای روحانی شما داره تعیین میکنه چطور سیاست نظام تعیین میشه سپاه جرأت داره ارتش جرأت داره موشک هوا کنه بدون اجازه شورا عالی امنیت ملی مگه میشه من جماعت عجیبی هستید دیگه به قول من یادم اون زمان که دم از رفع حس میزدن اینا مردم شوخی میکنن تو شبکه های اجتماعی میگفتن که آقا یه روحانی هست میگه رفع حس میکنیم یه روحانی هم هست توی شورا عالی امنیت ملی امضا میکنه که اینا تو عصر بمونن خب اینا یعنی یه سیاست ژله ای کردن یه سیاست لغزندگی یک و هوا جا خالی کردن عجیبه واقعا مورد بعدی القای وابستگی نظامیان ایرانی به روسیه ببین این یکی از بهترین گزینه ها برای جذب این جامعه رئیس سکولاره یادتون رفته میگفتن سفارت روسیه لانه جاسوسی از این حرفا میزن اینو خیلی خوب حتی یه جا دیگه مجری به صدا در میاد رسما یک جوری القا میشه که سردار سلیمانی و روسیه کار میکرده یعنی بعد از اینکه موفقیت شکل گرفت پوتین ایرانو کشون رفت اونجا و یه چیز حرف بسیار سخیف زده میشه که آقا بدونین شهیدایی هم که ما بعدش این همه شهید دادیم بر دفاع از منافع روسیه بوده آخه میدونید نکته دردآور ماجرا کجاست این دوگان سخن گفتن و این تناقض‌هایی که نگاه میکنیم و می‌بینیم ایشون سراحتا در تلویزیون مملکت حضور پیدا میکنه آی ظریف بعد از شهادت سردار سلیمانی تو همون ایام در مورد ویژگی های دیپلماتی که سردار سلیمانی صحبت میکنه ایشان دیپلماتی با هوش بود نمیدونم روابط و فلان بود اینطور بود اینا رو صحبت میکنه میگه دیدار سردار سلیمانی با پوتین در حضور جدی روسیه در جنگ سوریه بسیار موثر بود بعد اینجا می صحبت میکنه نه پوتین سردار سلیمانی رو و ایران رو کشون اونجا و از ما شهید گرفتن خیلی عجیبه یعنی اصلا با حرفای خود این آدم در تضاده بالاخره یا اون موقع دروغ داشته میگفتی یا الان داری دروغ میگی حالا نمیدونم چطور که شما اجازه دارید هر دروغی خواستید بگید خب و این که نمیدونم پایگاه نظامی ما رو اینجا قرار دادن در حالی که روسیه میتونست از ایران میواد حمله میکرد در حالی که روسیه میتونست از دریای مدیترانه اینا حمله کنه جالب همون بره من سخنرانیام هست آمریکا دور افتاد تمام کشور اروپای شرقی کسایی که با روسیه مرز داشتن رو در واقع شروع کرد رایزنی کردن که اجازه پروازهای... پروازهای نظامی روسیه رو ندن خیلی جالبه روسیه باید میرفت یک دوره بزرگ سنگین میزد برای اینکه بتونه یه حمله ای رو علیه تروریست های داعش و جبهه النصره تو سوریه انجام بده اون موقع ایران همون که گفت بیاد از پایگاه نوجا حمله کنید خیلی مسیر مثل. مسیر یک سبون. و ما هم پیمان نظامی بودیم اونجا تو سوریه کدوم آدم عاقل این کار میکنه آیا ما پایگاه نظامی دادیم به روسا عمرن و مطلق هم چه اتفاقی نیفتاد هواپیماش میاد اینجا همه مهمات از خودشون هواپیما از خودشون اینجا فقط میرفت حمله رو انجام میداد مام داشتیم حمله میکردیم چیز عجیبی نیست اعلام میکنیم خب همون بار هم نگاه کنید مجلس قبلی هم چطور نماینده های شروع کردن شلوغ کاری کردن که این خلاف قانون اساسی و اصلا بخش شد که وقتی بررسی شد که اصلا این پایگاه نظامی در قرار داده نشده اومده هواپیماش اینجا حمله میکنه آقا ما توی جنگ بودیم جنگ دشمن و مشترک دشمن مشترک داشتیم اینکه بیاد هواپیماش از اینجا شلیک بکنه چه ایرادی داره خب بعد میرفت سه دور میچرخید که آی ظریف راضی باشن و این قصه روسیه رو هم به شما میگم این حملات به روسیه یه بودش اینه یه بودی دیگه هم آخر به شما میگم اثرات داخلی داره بر انتخابات بازم اونم انتخاباتی مورد 15 هم هی توی این مصاحبه بازی های رسانه ای و بچه بازی هایی که مثلا فکر میکنه مردم که با نمیفهم و مردم به خدا روش پیدا کردن مردم دیگه اون مردم چند سال پیش نیستن سواد رسانهشون روش پیدا کرده این بازی های دروغ های شما میفهمن آقا فلان مطلب پخش نشو اجازه نمیدم این مطلب پخش بشه. این برای چیه؟ بعد اینکه این حس کنجکاوی رو در شما به وجود بیاره یا موجی میگه وای این حرف داره اولین بار زده میشه نمیدونم فلان و جالبه از طرف دیگه سوتیایی و گافهای تو این مصاحبه هست جایی داده میشه که اصلا مشخصه که موجی هم خبر داره از حرفایی که بعضی داره زده میشه خب بره این ایجاد حس کنجکاوی و میدونی که مردم وقتی این حس کنن که دارن مطالب جدید میشنون اسرار مگو رو میشنون اینم تاکید میشه دیگه مثلا از آیه خلخالی اینا یاد میکنن که آی خلا اسرار مگو رو برامون بگو و این طور این یه فضای اینجوری حس کنجکاوی به وجود میاره توی این مصاحبه مورد 16 هم زدن خود روحانیه به این اینا عبور از روحانی رو شروع کردن روحانی نماد ناکار آمده. یعنی روحانی امروز وقتی تو نظر سنجی ها بررسی میشه حتی من اینجا دارم میگم این فکر میکنم بنی صدر انقدر منفور نبوده خب و انقدر رأی منفی نداشته نمیدونم اما شاید هم داشته فکر نمیکنم داشته باشه اینجوری که من میفهمم اونجوری سن و ما قد نمیدونم اونجوری از بزرگترا شنیدیم خب منفور بوده نه این, نه این اندازه و بی ارزگی روحانی کامل الغا میشه به مخاطب آقای مگه رئیس شورای عالی امنیت ملی نبود پس چرا فلان کار نمی چرا اسلامی وزیر اخراج نکرد فلان ببین حرف این حرفا که خب بسم الله میتونست دیگه دستش بود پس اینا پس چرا یه سوال دارم اگر همین الان دوباره شماها بیاید سر کار کیا میارید سر کار همین تیمی که الان هستید همین دولت روحانی دوباره میخواد بی... و واقعا من به شما بگم رای دادن به این جریان لیبرال تو انتخابات پیش رو دولت سوم روحانیه حالا روحانی رئیس جمهور نیست یه جایگاهی مثل شبه هاشمی بر اینا پیدا میکنه به رون کنال وایست و مثلا توصیه هایی کنه و از این قصه ها. بعد یه جا آخرش هم مثلا صحبت میشه که آقا آقای روحانی حرف گوش کن نیست از بالا به پایین نگاه میکنه تکبر داره اینا عبور از روحانی رو کلید زدن نیست. حالا ابتهی که همین چند وقت پیش اینا های روزنامه هاش هست که در روحانی چه تمجید ها و چه حرف زده بود امروز به این چطور دارن حمله میکنن به روحانی مورد ایفده هم در شخصی به نام آقای خسروی صحبت میکنن که میگه اونجا برگشت تو جلسه گفت اینا القاعات امپریالیسم. امپریالیزم حالا جالب اینجا تا اینو میخواد بگه طرف زودتر میگه این یعنی اسم ما هماهنگن خب نو جوزه مواردی که نشون میده که مصابه ساختگیه و از قبل خبر دارن فقط قراری علکم برای اینکه جذابش کنن صوت لو رفته و این قصه ها رو بیارن درست بکنن مورد 18 هم تحریک گسل های دو قطبی قدیمیه مثل حمله به سفارت عربستان برید یه بار دیگه مناظره های 96 رو نگاه کنید میبینید جهانگیری با همین عنوان رأی جمع کرده یه بار خب شما که یه بار با این نشون. بله منم رد میکنم سمله به سفارت عربستان شما مشکوکی منم مشکوکم خب اگر شما یه نیم صحبت های میکنیم ما یه عمر داریم به نفوس صحبت می‌کنیم و اینو به کنار میزنم اما میخوام بگم همون تمام علمان ها 18 مورد تا الان برای شما از بودم تمام علمان ها علمان های انتخاباتی هم قدیمی است. اتفاق جدید این ماجرا فقط ماجرا سردار سلیمانی که اینم وقاحت طرف مقابل نشون میده که اینا برای به قدرت هیچ خط قرمزی ندارن نه نماد ملی براشون مهمه نه هویت ملی براشون مهمه نه غرور ملی براشون مهمه همه رو به خاک سیاه میشونن مورد 19 ام الغای مستقل بودن که آقا ما مستقلیم و فلان و بهمان جالب یه جاش میگه که سال 54 ملکه انگلیس میخواست بره استرالیا سر راه ماش چی شد توی مهرآباد نشست شاه دوید رفت تو, فرودگاه یعنی تازه نشدن میخوان بگه که قبل انقلاب ما استقلال نداشتیم الان استقلال داریم و این استقلال با وجود من زریف حفظ میشه این خیلی جالبه رفتیم اونجا به این ماجرای روسیه هم برای زدن استقلال میگه دیگه یعنی میگه اینا از غذای حرف میزنن اینا مستقل نیستن اینا ضد آمریکایی بودنشون از سر استقلال و ضد استکبار بودنشون نیست از جهت وابستگی به روسیه بودنشونه اینو داره القا میکنه این حرفو داره میزنه میگه رفتن اونجا و ببینه چرا خب یه سوال همینجا چرا بعد میگه اما الان چی خب الان چی در ادامه میفرمودید که همین نظامیا کشتی ملکه انگلیس رو گرفتن خوابوندن چرا اینو نمیگید شما رفتید این کار کردید شما عرضه این کار رو داشتید و خب این که نبوده که درست شد ببینید یعنی اینا میخوام بگم که جاهایی هم که یه کلمه بخوان مصداق بیارن جز این که باز بخوان از قدرت نظامی کشور سوگا همینجا سکوت اختیار میکنن یعنی تو استقلالتون هم پفکیه و هیچ قابل اتکا نیستش چند تا نکته آخر بگم ببینید ایشون صحبت میکنه که هنوز نپذیرفتیم اقتصاد نقش داره در قدرت یعنی این بار ما بیاییم به مواحث اقتصادی رو در رای زنی های اختص... سیاسیمون و که ما قرار میدیم میدونه مردم گیر معیشتن ای نیه؟ اینا فنی انتخاب شده خب آقای برادر من شما که وزیر و محترم اون خارجه یه جا نقد میکنی چرا ما معاونت نمیدونم اقتصادی و فلان خب آقا چرا خود شما اینا رو را... چه بلایی سر رای زن و اقتصادی ما بودی؟ چند ماه بود مملکت ما در کشوری که 37 درصد اقتصادش به خود یعنی چین سفیر شما معرفی نمی کردید. مسخره کردید برید ببینید همین روسیه که دارید اسم میبرید از غذا جاهای دیگه هم هم گفتید که من خودم خیلی نقش داشتم میرفتم میومدم اینا می رو میفرمایید خب برید ببینید سهم ما از بازار روسیه چقدره چقدر بارها اینو گفتن آقا ما زمانی که روسیه درگیر شد با ترکیه چون از ترکیه غذا وارد میکرد پالس فرستاد به سمت ایران که آقا من از ایران میخوام وارد کنم چیکار کردید شما چه بلایی سر مملکت آوردید تمام این بچه‌هایی که توی چین کار می‌کردن و یکی از معدود مسیرهای ما برای دور زدن تحریم‌ها بود سفیر معرفی نمی‌کرد اینا مونده بودن دولت هیچ قراردادی امضا نمی‌شد هیچ اتفاقی هم نمی‌افتاد بعدش که باز به خاطر اینکه آمریکایی‌ها نگاهتون نکردن سمت چین رفتید جالبه همین هم باز نقط گردن جریان مثلا انقلابی که آ اینا می‌خوام آمریکا سمت چین برن والا لاریجانی شما رفت قرارداد بست اینا خیلی آدمای عجیبی یه جا دیگه یه چیزی میگه که اصلا این دیگه واقعا جذاب و جالبه میگه بیشی از نیمی از برجام نظر ماست در حالی که هفت میشماره. پنی نفر میشماره پنج نفر شش نفر هفت نفر جلو ما نشسته بود با خودمون میشیم هشت نفر باید یک هشتم برجام بر ما می بود اما نیمی از برجام و نظرات ماست برادر من این حرف چی چیه اینا رو برای مردم ها میگید که خبر ندارن اطلاع ندارن و که نمیتونید خام بکنید شما اصلا مذاکره انجام ندادید متن برجام شنوندگان محترم مخاطبان عزیز چهارده ماه قبل از برجام در اندیشه کده گروه بین المللی بحران نوشته شده بود International Crisis Group یک متنیه ایران اند P5 plus 1 Solving the Nuclear Rubik's Cube ایران و گروه پنج بلابه حل مکعب روبیک هسته ای ایران عنوان گزارش گزارش 152 خابر میانه 9 می 2014 14 ماه قبل برجامه برید ببینید تو اونجا چه مواردی اشاره شده 95 درصد با متن برجام مشترک اجازه به غنیسازی محدود در ایران آن هم با سقف 6400 سو در نتنز در نتنز غنیسازی با صورت بگیره نه در فردو چرا؟ چون نتنز تو سطح میتونن بزننش فوردو رو نمیتونن بزنن در نتنز امکان و دسترسی خرابکاری دارن در فوردو احتمالا ندارن مستحضری چرز میکنم اینا همش توی اون متن اومده یعنی گروه امن... آقا میدونی که از اعضای درجه اصلا زیر نظر جورج اون اندیش شما اینو نمیخواید ببینید جماوری سانتریفیوژ از فوردو و سالن ای انتقالشون به انبار در سالن بی نتنز اونا حتی میدونستن باید سالن بیو انتخاب بکنن به خاطر چی به خاطر اینکه ارتفاع سخت بلنده سالن پر باشه که بعدن ایران خواست مدل های جدید سانتریویژه خودش آی رو نمیدونم ای تو چی و, چی و چی و اینا رو بخواد به چینه اونجا نتونه از اون سالن استفاده کنه و برای سالن سازی به زمان نیاز داشته باشه عقب بیفته تا این جزئیات امریکایی ها روی بحث هسته ما سوارن بعد شما چه متخصصینی برداشتید بردید اونجا حالا بماند من دیگه نمیخوام وارد مباحث بشم مورد بعدی اکسید کردن ذخایر سوخت 20 درصد و 5 درصد ایران بازطراحی راکتور عراک با هدف از بین بردن بازفراوری ف... پلوتونیوم تبدیل مرکز غنیسازی فوردو به یک مرکز تحقیقاتی صرف هیچ حق غنیسازی وجود نداشته باشه تو فوردو ایجاد شفافیت و نظارت کامل بر فرایند غنیسازی ایران تعلیق تحریم ها در بازه زمانی محدود و تمدید آن متناسب با اقدامات ایران حفظ بازگشت پذیری تحریم ها اجرای پروتکل الحاقی از سوی ایران و کد سه ممیز یک اجرا... اجازه به آزمایش سانتریفیجا در مرکز تحت نظارت بازرس های آژانس آزمایش سانتریفیجا یا تحقیقاتی ها اقدام ایران برای حل مسئله مسئله پی ام دی تمام اینا تو این سند اومده بعد شما میگی نصف شما نوشتیم آخه دم شما هم خدا وکیلی دی. شما دیکته نوشتید ها اومدن بهتون گفتن اینا رو بنویس شما گفتید چشم. یه چیزی بهتون بگم که اوجه من نمیخوام بیشتر از این غرور به خدا خیلی از حرفا رو نمیزنم برای اینکه نمیخوام غرور ملی مردم رو تحقیر بشه که با خودتون بگید اینا کیان دیگه تعداد سانسور تو سریالای آمریکایی اومده بود تو سریالای آمریکایی که یه زن نشسته داره مذاکره میکنه زن نماد هیلاری کلینتون اون تا مشکل اینا چی بود که اینا برنامه‌ریزی شدن یه زن رئیس جمهور بشه ترامپ یه مشکلی شد این وسط که سریع هم حلش کردن یه دوریش کردند کردن دیگه تو برنامه‌ریزی اینه که یه زن رئیس جمهور بشه الان هم شما خواهید دید که این آیه خیلی کاری نخواهد بود و همه کارا عموماً گردن همین معاون اولش و عهده او خواهد بود خانم کاملا هریس مثلا برای اولین بار اینجوری دو نفری با این اندازه و اینجوری در پوسترهای تبلیغات این شکل دارن استفاده میشه در امریکا خب بعد شما میگید که ما یک نصف به شما نمیشین در حالی که یک هشتم بود آره دیگه طرف یه طرف ها اومده تو کوچه به قولی داره کوچه خلوت داره لادبازی در میاره دیگه حرفشو میزنه و کسی هم نیست گوش کنه خب. مورد بعدی بزرگ کردن نقش روسیه و علال خصوص زدن لاوروف میدیدی من به لاوروف فوش دادم یه فوشی دادم اینجا نمیتونم بگم ببین سخیفترین حرفا رو زدن ها عرض کردم یک کمر افتادن و نمیدونم عضو هم چی و بریدن و نمیدونن اینا رو گفتن ببین چی گفته آی ظریف لاوروف که اینجا نمیتونه بگه بعد میگه میخوای من بگم میگه نه تو هم نمیتونی حد بزنی مثلا بعد دهن ماجرا آقای مجریه میگه نه تو هم نمیتونی حد بزنی باری کلا آقا زد روس اصلا به شما باری کلا به شما ماجرا چیه اینجا به شما عرض بکنم ماجرا به سفر قالی... آقای قالیباف به روسیه برمیگرده وقتی اونجا الان یکی از رقابای جدی انتخاباتی رو قالیباف میدونن حالا منم نظرم رو گفتم راجع به اینکه آیه سران قوا در انتخاب شرکت کنن یا نکنن قبلا نظرم رو مف... سراحتا عرض کردم توییت هم زدم خب پس حداقل هیچ انگی به ما نمیچسب حداقل به بنده نمیچسب چه کارشکنی های صورت گرفت که قالیباف اونجا دیدار صورت نگیره اینو بدونید توسط وزارت محترم امور خارجه بعد خب از اونجا از رئیس مجلس خواسته شد که 14 روز توی هتل میمونی ما از, از تست میگیریم او هم گفت این دور از شأن هیئت ایرانی من برمیگردم بعدش بلافاصله لاوروف پیام فرستاد که پس من خودم میام ایران شما رو میبینم برای اینکه لاوروف میخواست بیاد ایران چه کار شکنی هایی کردن دوباره چه پیغام ها به روسیه فرستادن مونتا اونا گوش نکردن و اومدن دیدار شکل گرفت این یک در واقع کینه اینجوری هم وجود داره که باید صاف میشد که توی مصاحبه به نظر من صاف شد حالا یه نکته دولت که نمیتونه از یه فایل صوتی حفاظت بکنه ببینید چه اسنادی رو طالب باد هوا داده رفته چه چیزایی رو دارم این صوتی که دست خودشون بوده خب من تو برای همین عرض میکنم که به نظر میرسه این خودشون پخش کردن اینا مسئله اصلی اینه که از ناکارامتی دولت برگردونن آقا مراکز معتبر بررسی اقتصادی دارم میگن بیش از نیمی از مردم ایران نزدیک به چهل و خورده ای از ثروتشون رو در بورس از دست دادن با دعوت مستقیم رئیس جمهور این دیگه جلو چش مردم اتفاق افتاد دیگه خب وقتی میگه بیش از نیمی از مردم ایران بدونید بعضی از اینا سرپرست خانوادهن یعنی مرد خونه است بچه دو سالش که دیوز به بورس نبوده که خب الزاما. یعنی اینجا چه اتفاقی افتاده یعنی اینکه این جمعیت رو نگاه کنی جمعیت چه میدونم 60 میلیونی شاید نمیدونم چقدر خب نیمی از جمعیت مردم ایران سرواشون به باد فنا رفت فقط با ماجه بورس. صف مرغ درست کردید صف موز درست کردید نمیدونم صف گوش درست کردید یه روز پیاز یه روز گوجه فرنگی یه روز یعنی شما توانای مدیریت چیزی که ما خودمون تولید کنندیم توش ندارید نهاده های دامی توی گمرک پوسیده از این ور به مرغدار نهاد دامی نمیرسه با عرض 4200 دلار 25000 ها با عرض چهار و دیویس نهادهای دامی وارد کردید مرکز پژوهش ها داره میگه مرکز پژوهش مجلس داره میگه فقط پنج و پنج درصدش دست مقدار است پنج درصدش وسط باده هوا رفته قاچاق شده رفته بازار آزاد شما توانایی رسوندن یه دونو به مرغ ندارید مرغداری که مشخص شناسنامه دارن میتونن بیرن از یک مراکزی بگیرن من نگفتم نمیدونم به کل مردم ایران این اوج ناکارآمدی هستید شما 60 تن طلای مملکت رو به باد فنا داد دای جهانگیری گرفتید اون مظلومین رو اعدام کردی که چلا طلا خریده با این که طلا رو در معرض خرید قرار داده بود کاری نداشتید چند ده میلیارد دلار پول رو با ارز 4200 ارز جهانگیری به باد فنا دادید ناکارآمدی از این بیشتر کشورهای منطقه رو شما نمیتونید کنترل بکنید تو این مصاحبه هر جا گیر میکنه کشور منطقه میگه طرف مقابل خراب کرد من نبودم عربستان قبول نکرد آمریکا نذاشت جاهای دیگه که میرفتید آمریکا عربستان میذاشتن چطور ما قبلش میتونستیم اینا رو کنترل کنیم مدیریت کنیم چه شما اومدی چرا خرابکاری کردید سوال دیگه اگه نمی بود قدرت نظامی و هسته شما با برای چی میخواستی بهت مذاکره کنید یادتون رفته دوره قبل زمان دولت های خاتمی که رفتید مذاکره کار به جای رسیده بود که می گفتید ما سه تا دونه سانتریفیوژ داشته باشیم برای قشنگی بذاریم به بچه نشون بدیم بگیم ببین اینا به اینا میگن سانتریفیوژ نگاه کن یادتون رفته دولت قبل اون رسون به 19 هزار تو سانتریفیوژ سوخت 20 درصد به دست آورد بعد رفتی نشستی با میراس یکی دیگه مذاکره کردی اونا رو هم به باد دادی رفته اینا اگه نشون باش با چی میخواستی بری مذاکره کنی اگه قدرت نظامی نبود که میزد تو سر اون موشکو خود شما رفتی آی ظریف میبرم رفتی گفتی تو دانشگاه رفتی گفتی که آقا آمریکا بمبایی داره که با یه دونه بمب میتونه کل تسلیحات نظامی ما را کار بندازه خب ای داره چرا نمیزنه برای اینکه میدونه اسرائیل با خاک یکسان میشه برای اینکه میدونه پایگاه نظامیش خورده میشه برای اینکه میدونه قیمت نفت باید بره رو دلار برای اینکه میدونه آرامکو با خاک یکسانه بیشتر به توضیح بدم برای اینکه میدونه بابل منده بسته میشه یک کشتی از اونجا رد نمیشه دنیا گره میخوره اینا همش قدرت نظامیه اینا همش داشته های منطق منطقیه بعد شما اینجا میاد یه دو قطبی درست میکنید جلو نظامی ها قرار میدید یه واقعا وقاحت از نظر من اما مهمترین موضوع استفاده از واژه میدان میدونید چرا به خاطر که امسال در سالگرد شهید سلیمانی مرد میدان این عنوان تگ و به قولی هشتک انتخاب شده صدا و, سیما و همه جا بود مرد میدان مرد این میدان ما آقای ترامپ یادتون باشه خب عمدن لفظ میدان داره استفاده میشه قدم گفته میشه که به عنوان یک کلمه جدید جا بیفته بین مردم خب تو این مسابقه چی القا صورت گرفته که همیشه دیپلماسی خرج میدان شده میخواد درست بشه این بار بچه چه اتفاقی بیفته میدان خرج دیپلماسی بشه میدان یعنی چی یعنی موشکا میدان یعنی چی یعنی حضور منطقه اسم دیگه شو بگم برجام دو دو جدید دو میدان مذاکره است ببین من نکته که عرض میکنم این, این خبری که همین امروز اومده بیرون خب دیروز که آیه ظریف در بغداد بوده این که دیگه اخبارش هم رسانه شده و پخش شده شما نگاه کنید کارشناس مؤسسه امریکن انترپرایز افشا میکنه پرده برداری میکنه از مذاکرات موازی دولت های روحانی با امریکایی ها بر سر مسائل غیر در کجا در بغداد در منزل شخصی وزیر امور خارجه عراق شما دولت کازمی هم که میدونید کدوم طرفی دولت کاملا امریکایی در عراق سر کار اومده خب این طرف روی ویان ما داریم صحبت میکنیم مثلا در مورد هستی اون طرف داره برجام دو مقدماتش فراهم میشه اینکه دارم عرض میکنم فکر نکنید یه تحلیل صرفه نه اینو مبتنی بر حقایق و فکت هایی که دارم خدمتون عرض میکنم اصلا اصل اینه خودشون پخش کردن از نظر بنده و حداقل اینو داشته زد... داشته حداقلش اینه که داشته ضبط می‌شده برای یوزی که پخش بشه حالا بخشایش همه عکس‌ها آماده فیلم‌ها آماده می‌بینی هی عکس‌ها تو صحبت‌ها میاد ما از صوتی که داریم می‌شنویم می‌تونیم قضاوت بکنیم حالا نمی‌دونم اومدن حرف زدن که بیان که آره این تختی شده بوده والله من دیگه خودم فوق تخصص اینو دارم که صحبتامو تختی می‌کنن خب اینا خب کامل داری جمله میگی کدوم تختی کامل بحث تو شما مطرح کردی میگی پخش نشه ها شما داری میگی پخش نشه پخش نشه حالا به ادا بوده بعد داره پخش میشه خب مردم باید دقت بکنن اینا یک بار دیگه میخوان سواری بگیرن از مردم فراموش نکنیم مردم اینا قدرت این کار دارن یادتون رفته 92 تا 96 هیچ کاری نتونستن انجام بدن 96 با همین قصه ها. به رئیسی گفتن آیت الله اعدام دیوارا رو میان پیاده رو میکشن نمیدونم دلار ال میشه بل میشه 5000 تومن نشه یه وقت دلار یادتونه الان دلار 25 تومانه انقدرم هم میگن اگه ما نبودیم 50 تومن میشد 50 تومن میشد میگه اگه ما نبودیم 100 تومن میشد کنترل که نمیندازه که همینجوری بر جلو نبود یه چیزی رو عدم یه چیزی رو چطور میخواشم اثبات بکنی مردم یه بار دیگه میخواد از این جریان گول بخورید اینا همینان همین همین چند نفرن حالا مثلا دیگه جو مهرا عوض میشه روانی میره کنار مثلا ظریف میاد جاش فکر چی عوض میشه اینا گشتن به قول خودشون به زعم خودشون دیدن محبوب ترینشون ظریف گفته اینو بنزیم جلو یا خودش رای میاره یا اگه نیومد تو میدان بر ریاست جمهوری چیکار میکنه از هم... از یه کسی دیگه حمایت میکنه بهترین کار برای آوردن قشر سیاه و سکولار زدن حاج قاسم زدن سردار سلیمانی این داره این اتفاق میفته این هم نشون میده که اینا هیچ حد و مرز و شرف و شرمی ندارن از هر چیزی استفاده میکنن و رسیدن به مقاصدشون و از طرف اینا خوب میدونن که قشر متوسط به پایین به خاطر فشار اقتصادی احتمال داره از انتخابات قهر کنه دائم دارن نظر سنجی میکنن پس اون قشتی که ممکن بوده رأی بده به مخالفین اینا نمیاد و قشت سیاهی که همیشه اگه شما فوش به نظام و به عدم از برجام دو سه اینو بزنی میاد اونا میان فلز این مهندسی افکار عمومی داره صورت میگیره سرتون درد بردم عذرخواهی میکنم امیدوارم مفید و فایده بوده باشه ببخشید دیگه خوردم ما رمزونی قندمون خورده افتاده بود البته فکر کنم تون صحبت کردم تا فشارم بالا بود دقیقاً افتاده بود به خاطر این حرفایی که شنیدم واقعا عجیب غریب بود و دوست ندارم من بعد کسی که مردم احمق فرض میکنه مردم آگاهن مردم باید آگاهی داد ما باید مردم تا جایی که میتونیم برید روشن کنید واسه من درخواست میکنم فکر میکنید فکر میکنید این اراضی بنده مناسب بود و به درد خوره حداقل تا حدودی بر بقیه هم بفرستید و ازشون بخواد که فعلا فقط گوش کنن خودشون قضاوت کنن بی طرفانه ترجیل در فرج امام زمان سلامتی همه شما عزیزان ان مشکلات از سر مملکتمون برطرف بشه صلواتی نبفرم